имрӯзҳо низ кам нестанд ҳолатҳое, ки одамон ҳаёти худро дар хатар гузошта ба дигарон кӯмак кунанд. Чунин диловарии бемислро капитан Иброҳимов Фаррух Фурқатович, муовини командири батальон оид ба техникаи қисми ҳарбии 3502-и раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ бар ивази ҷон анҷом дод. Номбурда ҳангоми қарор доштан дар рухсатии меҳнатӣ дар зодгоҳаш, шаҳри Конибодом, баъди бохабар шудан аз ҳодисаи сухтор дар манзили истиқомати ҳамдеҳаш, Саодат Толибова, воқеъ дар маҳаллаи ҳавзи баланд, бетараф наистода барои хомӯш кардани оташ ҳиссагузорӣ намуд. افسری جوان که همگی 27 سال داشت با غیرت تام به سوختور خاموش کنی مشغول گشته در احاطه آتش جراحات های وزنی سوخته بدن می بردارد که با برداشت 85% سوختن اعضای بدن بعدن در بیمارخانه به هلاکت می رسد. فاروق جان ابراهیموف در نزد چشم من به وای رسیده است. من این جوان را همچون جوانی بسیار مهربان و حلیم شجاعتمند و با مصیبتی یک کس بی‌طرف نبودنش رو همه وقت احساس میکردم و بیهوده نیست که این شجاعت قهرمانی که و در دوره گویم فاجعه که در محله همسایه با وقوع آمده بود رفته اشتراک نمود. حادثه سوختور شام 8 آوگوست سر زده حجره‌های استقامتی با اموال در مساحت 90 متر مربع به کامی آتش می‌رود. اینچنین خطری پانشوی علنگه آتش به دیگر منزل های استقامتی با وجود آمده قسمی در دروازه‌خانه همسایه نیز سوخته ضرر دیده است. و صاحب خانه همگام سردن سوخته در خانه قرار نداشتند. بنابر سری وقت سوختور آشکار کرده نشده از طرف همسایه آشکار کرده خدمات آتشنی جلب کرده شده است. سنجش خیلی که سنجش نشان داد سبب سردن سوختور در آن میباشد که نقل های برقی قوهش بلند شده 380 ولت تشکیل داد. در نتیجه خالدینی که کشکل منجا ایستاده است، خالدینی که مذکور کارناشوی هم گشته در نتیجه حادثه سوختور به هم آمده است. در این حادثه سوختور در برابر کارمندان خدمات آتش نشانی و دیگر حق و همسایه ها کپیتان فاروق ابراهیموف برای خاموش کردن آتش تلاش نموده با مقصد نجات دادن مالکیت و پیشگیری افزایش ضرر افسری به سوگند خود صادق مقامات کارهای داخلی جسورانه قرض شهروندی خود را اجرا کرده برای حفظ مالکیت همدهش جان خود را در خطر گذاشت. عاقبت سوختور برای اویلای ابراهیموف با از دست دادن فرزند خیلی پردرد و جگرسوز باشد هم آنها افتخار دارند که چنین فرزندی صالح قوی اراده و پاکسیند را به کمال رسانیدند که خدمت به خلق و وطن را پیشه نموده در جاده انتخاب نمودهش تا آخرین نفس صادق موند. افسر قشنهای داخلی کپیتان فاروق ابراهیموف بعد از مرگ با فرمان وزیر کارهای داخلی جنرال پالکونیک میلیتیا رحیمزاده رمضان همراه رتبهش دو زینه بالا برداشته شده با رتبه پادپالکونیک قدرشناسی گردید. برای نسل جوان مقامات کارنمای او مکتب زنده جسارت است. از این لحاظ لوحه یادگاریش را در قسم حربیه که فعالیت داشت نصب کردند. فاروق ابراهیموف اویلادار و صاحب دو فرزند میباشد. موصوف باری دیگر ثابت نمود که در زمان ما هم جوانان برای نشان دادن قهرمانی قادرند. این بچه همین خل بچه با عقل بود که همه را یخیل میدانست. برای خلق فقط جان خود را فدا کردن میخواست. کوشش میکرد که همین حق و همسایه میار و دوست میار و جوره میبکه که باشد و حرکت میکرد که کمک خودش را رساند. من از جمله با همین با طوری کمک خودش من همه همسایه در وقت همین مصیبت دادن جان خود را برای همسایه فدا کرد. آن کس تا دمی آخران تا دمی جان را از دست دادنشان تنها میگفتند که من به وطنم صادقانه خدمت میکنم. فخر از آن دارم که چونی برادری شجاعی ناترس دارم. کلی آیله ما آن کس را تنها با نام نیک و رفتاری نیکشان یاد میکنیم. رهبریت و حیات شخصی مقامات کارهای داخلی به اهل آیله ابراهیموف و صبری جمیل خواسته گفتنی هند که فرزند آنها سزاوار ستایش است و همچون قهرمان نام و نسبش در تاریخ ملیشیای تاجیک ثبت میگردد.